بیا برای زندگی طبیعت رو صدا کنی، تو آسمون هم دلی دلامون رو رها کنی. زعفران گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر است. گلها دارای 6 گلبرگ بنفش رنگ هستند که ممکن است در بعضی ارقام به رنگ گلی یا ارغوانی باشند. قسمت مورد استفاده این گیاه انتهای خامه و کلاله 3 شاخه است که به نام زعفران مشهور است. زعفران دارای مواد آنتی اکسیدان ضد سرطان و تاثیرات ضد افسردگی و خواص بسیار مفیدی برای سلامتی است. همچنین به خاطر طعم دلپذیر، بو و رنگ زرد خاصی که دارد، دارای کاربردهای فراوانی در صنایع شیرینی سازی، داروسازی و صنایع شیمیایی. ایران با حدود 100 هزار هکتار سطح زیر کشت بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا هستش. از این 100 هزار هکتار حدود 80 هزار تا 85 هزار هکتار اون در دو تا استان خراسان رضوی و جنوبی هست. در خصوص زعفران ارگانیک ما مقدار سطح زیر کشت اون بسیار بسیار محدود هست، در حالی که با توجه به افزایش سطح زیر کشت و افزایش تولید زعفران، بازار زعفران همگام و همزمان با افزایش تولید توسعه پیدا نکرده. یکی از راه‌های برون رفت از این مشکل در واقع تولید زعفران ارگانیک هست، چرا که زعفران ارگانیک مشتریان خاص خودش رو داره و تا ده ها برابر تولید این بازار مصرف در واقع داره. یکی از اهداف ما در زمینه زعفران اینه که ما بتونیم کشاورزای منطقه رو بیاریم و اینها رو با تولید زعفران ارگانیک آشنا کنیم. میدونین که یکی از مشکلات زعفران ما اینه که بار میکروبی زعفران بالاست و همچنین باقی مونده سموم در زعفران زیاده. بنابراین تولید زعفران ارگانیک این دو مشکل رو حل میکنه. ما اینجا مرتب کشاورزای منطقه رو میاریم که از نزدیک با نحوه برداشت بهداشتی گل و همچنین بهداشتی بودن پر کردن گل و خوش کردن گل از نزدیک آشنا بشن و انشالله به نقطه ای برسیم که تمام کشاورزای زعفران کار ما در ایران کاری بکنن که به صورت بهداشتی زعفران رو برداشت بکنن، بار میکروبی به اصطلاح.
در واقع تولید زعفران ارگانیک زیر مجموعی کشاورزی ارگانیک هستش، الزاماتی رو داره که این الزامات بایستی رعایت بشه. ابتدا بحث آب و خاک مورد استفاده هستش. خاک بایستی دارای شرایط خاصی باشه، چندین سال درش در واقع کود شیمیایی و سم مصرف نشده باشه. همچنین آب بایستی آزمایش بشه تا باقی مانده سموم و آفتکش درش مشاهده نشه. دارای کیفیت خاصی باید آب باشه و همچنین خاک. بعد از اون بحث کاشت زعفران ارگانیک هست. پیازی که مصرف میشه باید این پیاز شرایط خاصی رو داشته باشه. غالباً بایستی پیاز هم ارگانیک باشه. کود حیوانی که مصرف میشه، این کود حیوانی باز بایستی از دامداری های تهیه بشه که اینها از علوفه های خاصی که حاوی سموم، باقی مانده سموم نبودن در واقع استفاده بکنه. اصلی ترین بخش گیاه زعفران که در واقع به عنوان محصول اصلی تلقی میشه گل زعفران هستش. خود گل زعفران شامل 4 بخش هستش. در واقع گلبرگ هستش که به صورت بنفش رنگ مشاهده میشه. خود این گلبرگ حاوی ماده به نام آنتوسیانین هست که به عنوان یک آنتی اکسیدان فوق‌العاده در واقع کاربرد داره. بخش بعدی پرچم زعفران هست که در واقع به قسمت زردی در واقع مشهور هست و دانه های گرده روی پرچم قرار دارند. اما اون قسمت اصلی که به عنوان زعفران تجاری در واقع مورد نظر هست و استفاده میشه، کلاله زعفران هست. یعنی این قسمت قرمزی که کلاله زعفران حاوی ترکیباتی هستش که اینها به عنوان در واقع اثرات دارویی و غذایی فوق‌العاده‌ای رو داره. و نهایتاً بخش بعدی دومگل هستش که بخشی از در واقع جامگل رو تشکیل میده. خب میخوام ببینیم وضعیت رشد پیاز چگونیه. لطفاً یک پیاز از اینجا در بیاریم. عمیق برو پایین. عمیق. بله. بله. بسیار عالی. این یک بوته گیاه کامل زعفران هستش. در حقیقت اگر از انتها ملاحظه بفرمایید، من یه پیازشو به یه بوتهشو در میارم. بله به این شکل. اینها ریشه های تازه امسال هستن. این خود کرم یا پیاز هستش. این هم در واقع دم گل هستش. البته بقیه اجزا گیاه مثل برگ هم درون این غلاف قرار دارن و نهایتاً ختم میشه به گل زعفران که به عنوان محصول اصلی در واقع برداشت میشه. در این تک پیاز همونجور که ملاحظه میفرمایید ما 2 گل داریم. یکی گلی که در حال حاضر شکوفا شده و گل دیگری که به صورت غنچه ملاحظه میفرمایید که این احتمالاً فردا در واقع میاد از سطح خاک بیرون و موقع برداشتش هستش. این پیاز چون پیاز قوی بوده، تغذیه خوبی براش انجام شده، باعث شده که تولید 2 گل بکنه. به کلیه عملیات پس از برداشت فراوری میگویند. هدف از فراوری ارائه محصول بازار پسند و با کیفیت مناسب به مصرف کنندگان است. فراوری زعفران به طور کلی شامل حمل و جابجایی گلها، جداسازی کلاله، خشک کردن، دسته کردن و بسته‌بندی است. یکی از مشکلات زعفران ایران بحث آلودگی میکروبی ها هستش. علت آلودگی میکروبی زعفران علاوه بر این که به مزرعه برمیگرده، به مبحث فراوری زعفران هم برمیگرده. مراحل فراوری زعفران شامل نگهداری گل، جداسازی کلاله از سایر اجزای گل، خشک کردن و نگهداری هستش. در صورتی که مسائل فنی و بهداشتی رعایت نشه، تو هر کدوم از این مراحل میتونه آلودگی‌های قابل توجهی
به زعفران وارد بشه و این باعث میشه که محصول نهایی دارای آلودگی بالاتر از استاندارد باشه و در نتیجه در بحث صادرات با مشکل مواجه بشه. جابجایی گل‌های زعفران باید به صورتی باشد که از صدمه مکانیکی و آلودگی‌های محیط مصون باشند. برای این منظور گل‌ها را در سبد‌های مخصوص جمع‌آوری حمل می‌کنند. در موقع نگهداری گل باید حتی امکان سعی بشه محیطی که گل نگهداری میشه سرد باشه. مناسب ترین درجه حرارت برای نگهداری گل بین 1 تا 4 درجه سانتیگراد هستش. ضخامتی که گل روی هم انباشته بشه این هم بسیار دارای اهمیت هست. هرچه این ضخامت بیشتر باشه به علت تعرق و تنفسی که گل انجام میده امکان و احتمال اینکه گل در واقع از بین بره و پوسیده میشه هست. لذا بهترین در واقع عمق گل یا ارتفاعی گل رو هم انباشته میشه حدوداً 10 سانتی متر هستش و چنانچه تهویه در محیط حاوی گل هم انجام بشه این هم میتواند کمک خوبی بکند به افزایش عمر نگهداری گل. از کیسه کرد خشک کردن زعفران تاثیر زیادی روی کیفیت محصول نهایی داره و همچنین روی بازارپسندی زعفران. از روش‌های مختلفی میشه برای خشک کردن زعفران استفاده کرد. بر حسب اینکه میزان محصول چقدره و سرعت خشک کردن بایستی به چه میزانی باشه میشه از دستگاه‌ها و روش‌های مختلفی استفاده کرد. در تمامی این دستگاه‌ها و روش‌ها مهم این هستش که ما اصول خشک کردن رو رعایت بکنیم. در خصوص زعفران با توجه به ترکیباتی که در کلاله زعفران هست و اهمیت داره که این ترکیبات در حین خشک کردن حفظ بشه و حداقل آسیب بهش وارد بشه بایستی درجه حرارت، زمان خشک کردن، میزان رطوبت نهایی و پارامترهای مهم دیگری رو در حقیقت رعایت نمود. اگر این پارامترها رعایت بشه ما در نهایت محصولی با کیفیت مناسب و حتی
بسته کردن را برای عرضه به بازار فروش و مصرف طی می کند. بیا برای زندگی طبیعت رو صدا کنی، تو آسمون همدلی دلامون رو رها کنی. خورشید میخوره صورتت ماه زمین، به چشم آب رو میدن از عرق پاک جبین. دهکده در میهن من مثل یه قلب با صفا، نفس نفس ترابتش قرون رحمت خداست.